سلام، من شهریار هستم، اینجا پارسی تیوی. با یه برنامه دیگه اومدیم خدمتتون، دفعه در رابطه با گذشته یکی از پرزرق و برق‌ترین خیابان‌های تهران، لاله‌زار. پیشاپیش مرسی از اینکه پایین همین ویدیو کانال ما رو سابسکرایب می‌کنید و دکمه زنگوله رو فشار می‌دید، صرفاً جهت اینکه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. کسی نمی‌داند زمانی که ناصرالدین شاه در سال 1252 هجری شمسی به تشویق صدر اعظمش میرزا حسین خان سپهسالار به فرنگ می‌رود و در پاریس و خیابان شانزالیزه با دیدن حرکت دسته فیل‌ها و زرق و برق این خیابان چه حسی به شاه ایران دست می‌دهد که در بازگشت باغ لاله‌زار 90,000 تومان فروخته می‌شود برای ساخت خیابانی شبیه شانزالیزه. حصارها و نرده‌های باغ خراب و درختان بریده می‌شود. و زمین‌ها طبق معمول میان اطرافیان شاه تقسیم می‌شود و در این بین قطعاً سهم میرزا علی اصغرخان اتابک بیشتر از هم است. در آن هنگام باغ نگارستان نقش دیوانی و حکومتی به خود می‌گیرد و لاله‌زار نقش تفریحی، تا آنجا که در سال 1282 قمری دختر فتلی شاه، زن آقاخان محلاتی که مقیم بمبئی بود، از هندوستان 3 فیل و 1 کرگدن برای نوه برادر خود ناصرالدین شاه هدیه فرستاد. برای نگهداری این حیوانات و دیگر حیوانات به دام افتاده در شکارگاه‌های ایران، مدتی قسمت شرقی لاله‌زار به باغ وحش اختصاص یافت و به گفته اعتمادالسلطنه قرار بود نقش آموزش علوم طبیعی را به عهده بگیرد. اما اینجا هم جنبه تفریحی بیشتر با استقبال روبرو می شود و مردم به تماشای فیل و شیر و میمون می روند و روزهای عید و چهارشنبه سوری و عید قربان در اطراف استخره بزرگ باغ وحش دسته های موزیک برپا می شود. حتی خیابان سعدی فعلی کمی پایین تر از لاله‌زار به همین دلیل تا مدت ها خیابان باغ وحش خوانده می شد. بعدها به دستور ناصرالدین شاه قاجار حیوانات و تجهیزات باغ وحش موجود در باغ لاله‌زار به باغ وحش دوشانتپه انتقال داده شد. شاید باورش سخت باشد، اما زمانی در امتداد همین خیابان روبروی خانه دکتر تولوزان در شمال شرقی لاله‌زار، در همین باغ مجسمه نیمتنه ناصرالدین شاه چند سباهی نصب بوده است. زل غربی لاله‌زار اما پاتوق مغازه‌های شبیه مغازه‌های شانزلیزه می‌شود و البته محل ساخت خانه دولت مردان و خارجیان. لاله‌زار شاید نخستین خیابان تهران قدیمی که صاحب چراغ گاز می‌شود تا شب‌های تهران در ذهن مردم پایتخت شکل بگیرد، آنچنان که واگن اسبی هم وسیله‌ای می‌شود برای گشت زنی در این خیابان. بر اساس کتاب تهران قدیم نوشته جعفر شهری، گلفروشی ژرژیک در چهارراه کنت لاله‌زار نو در اواخر دهه 1310 هم نخستین مغازه گلفروشی در شهر تهران بوده است. این باغ تا پیش از گسترش شهر توسط مأمورین محافظت می‌شد. در سال 1284 با توسعه تهران، باغ لاله‌زار و ناحیه اطراف آن داخل محدوده شهر قرار گرفت و موقعیت عالی و باصفای این کوچه باغ و امنیت نسبی آن به خاطر مجاورت با باغ دولتی لاله‌زار باعث شد زمین‌های طرف غرب آن که تا خیابان علاءالدوله فردوسی کنونی گسترده بود، به عنوان مرغوب‌ترین اراضی شهری به سرعت خریداری شده و تبدیل به جدیدترین و مصفاترین محله مسکونی شهر به نام محله دولت شود. مخبر السلطنه یا همون مهدی قلی خان هدایت در این باره چنین می‌نویسد: لاله‌زار باغی بود بین خیابان لاله‌زار و میدانی در متمم خیابان استانبول و خیابان ماشین که حال اکباتان نام نهادند. قسمت شرقی آن را باغ وحش می‌گفتند. حال همه عمارت شده است. خیابان تختی آن دو قسمت را از هم جدا کرده بود. ناصرالدین شاه لاله‌زار را به 90,000 تومان فروخت. تولوزان، پزشک مخصوص و مشاور شاه، التماس ها کرد که نگاه بدارند که سبب لطافت هوای شهر است و نشنیدند. در سال 1889 یا اندکی پس از اون، خط واگن اسبی در شرق خیابان لاله‌زار تا انتهای شمالی باغ لاله‌زار مقابل خانه‌های خانواده مخبر و دوله هدایت امتداد یافت و آبادی این محله را به عنوان بهترین و متجددترین محله مسکونی شهر کامل کرد و همین امر موجب ترقی و پیشرفت لاله‌زار شد. بدین ترتیب ناحیه اطراف باغ به سرعت آباد شد و طی نزدیک به 30 سال تا پایان دوره ناصری، خانه‌های تعدادی از رجال طراز اول ایرانی و اروپایی مانند خانه‌های علاءالدوله، عمارت کشیکچی باشی، عمارت نواب انیس‌الدوله، باغچه شمس‌الدوله، خانه سیف‌الدوله، خانه امین‌السلطنه و خانه امین‌السلطان در سمت غربی این خیابان جای گرفتند. علاوه بر این، خانه خواهران سن ونسان دوپل، میسیونرهای فرانسوی و سفارت فرانسه نیز در این خیابان قرار داشت.
به نوشته اورسل در سال 1299 یا 1882 امارت خواهران سن ونسان دوپل شامل درمانگاه و مدرسه دختران کوچکی بود که در آن دختران اروپایی مقیم تهران و ارامنه کاتولیک و حتی بعضی دختران مسلمان به سبک مدارس اروپا تاریخ جغرافی، زبان فرانسه و خیاطی می‌آموختند. کلیسای کاتولیک نیز که به وسیله دو نفر لالزاریست فرانسوی اداره می شد در مجاورت مدرسه خواهران واقع گردیده بود. کلیسای کوچک محقر سفیدکاری شده ای بود که اساس چشمگیرش عبارت بود از چندین مجسمه مقدسین و یک دستگاه ارگ کوچک ولی در حد نهایت تمیزی و نظافت. این کلیسا در سال 1340 موقع ساخت مؤسسه روزنامه کیهان تخریب شد. در همین سالها تولوزان پزشک نیز در این خیابان سکنا داشت. اوج بلوغ و رونق خیابان لاله‌زار در دوره مشروطیت فرا رسید. پس از آن تا پایان قاجار، لاله‌زار یکی از مهمترین گردشگاه‌های تهران بود و به خاطر ترکیب خاصی که از تئاترها، رستوران‌ها و ویترین‌های تماشایی به خود گرفته بود، شبیه به شهر فرنگی شده بود که نظر هر سودازده‌ای را به خودش جلب می‌کرد. در دوره سلطنت احمدشاه قاجار و اوایل پهلوی پیش از رواج سینما که آغاز رونق و شکوفایی فعالیت تئاتر در تهران، بهترین تماشاخانه‌های تهران مانند تئاتر ملی، تئاتر دهقان، تئاتر نصر، تماشاخانه تهران، تئاتر پارس و بعدها تئاتر حافظ نو و تئاتر یاس در خیابان لاله‌زار گشایش یافتند. بدین ترتیب لاله‌زار کانون تئاتر و سینما و هنرهای نمایشی تهران شد. دکتر محمد اسماعیل رضوانی در مقاله سندی از تهران قدیم دفتر دوم گنجینه زمستان 1368 صفحه 117 درباره لاله‌زار نگاشته است. در مغرب لاله‌زار و در محل فعلی خیابان فردوسی و ساختمان‌های بانک ملی و بانک مرکزی و غیره باغ دیگری بوده است به نام باغ ایلخانی که دیرتر از باغ لاله‌زار از بین رفته است. این باغ تعلق به ایلخانان بختیاری داشته. طولی نکشید که ازدیاد جمعیت باغ لاله‌زار را تبدیل به یک محله مسکونی کرد، اما محله ای اعیان نشین. بعضی از فرنگی‌ها در اینجا مسکن کردند. سفارتخانه‌هایی که همکنون برجاست به وجود آمد. اشجار باغ قطع شد و دو خیابان ایجاد شد، یکی خیابان لاله‌زار و دیگری خیابان سعدی. کم کم محله ای پر هیاهو و پر جمعیت شد. ناچار اعیان آرامش طلب زمین‌های اطراف باغ نگارستان که میشد شمال میدان بهارستان رو مورد توجه قرار دادن. در نتیجه در اطراف خیابان بهارستان فعلی و در دروازه شمیران پارک‌ها، باغ‌ها و ساختمان‌های اشرافی ایجاد شد، از جمله پارک امین و دوله که هنوز آثاری از اون برجاست. لذا بهای زمین در اطراف دروازه شمیران به قدری ترقی کرد که یک زرع زمین به مبلغ 2 قران خرید و فروش می‌شد و مردم تهران این شعر را زمزمه می‌کردند: اینجا رو تهرونش میگن، اینجا که تو نشسته ای دروازه شمرونش میگن، یواش بیا یواش برو که گربه شاخت نزنه. با کودتای 28 مرداد آهسته آهسته بسیاری از تئاترها، رستورانها، تجارتخانه ها، پیاله فروشی ها، خیاطخانه ها، سینما ها و فروشگاه های مشهور ایران در این خیابان جا خوش میکنن. خیاطخانه های بالای مغازه های کنار پیاده رو و لاله‌زار، عکاسخانه های قدیمی مثل عکاسخانه پرتوی بالای تئاتر سعدی، چاپخانه های کوچک در کوچه های فرعی که کارت عروس و مجلس ترحیم رو با هم چاپ میکردن و معروف ترین سندیکالیست های چاپخانه های پر رونق دهه 1320 تا 1330 هنوز در آنها کار میکنند. لاله‌زاری که پنجشنبه ها و جمعه ها جای سوزن انداختن نبود. مردم خود رو به اونجا میرسوندن تا فیلمی ببینن، تخمه ای بشکنند و ساندویچ کالباسی بخورن و خاطره ببافند با عکس های سینما و تئاترها. حالا اما از لاله‌زار قدیم جز خاطره چیزی باقی نمونده. شاید خوش شانس ترین بنای لاله‌زار از خانه‌ای جان ناپلئون در بنبست اتحادیه باشد، اما نه حال و روز خانه بوشهری در کوچه بوشهری خوبه، نه سالن سینما و تئاتر. آنجا پاتوق الکتریکی ها شده و سالهاست خاموشی چراغ خیابان فرهنگی تهران با چراغ‌های کوچک و بزرگ این مغازه‌ها روشن می‌شود. پس از انقلاب اماکنی که مراکز فساد بود به آتش کشیده شدند. در جریان این آتش‌سوزی‌ها بسیاری از سینماها، کاباره‌ها، مشروب فروشی‌ها، مراکز تفریحی تخریب و به آتش کشیده شدند. آتش سوزی کاباره افق طلایی هم یکی از این وقایع بود. کاباره افق طلایی یکی از معروف ترین کاباره های خیابان لاله‌زار بود. 5-6 سال پیش کاباره تخریب و پاساژی در اون محل احداث شد. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید تا ما بتونیم تو ویدیوهای بعدی اونا رو ترتیب اثر قرار بدیم. تا
ویدیوهای بعدی خدایا رو نگهدار شما.